سلام دوستان و عزیزان در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون عزیزان دل من مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن و با این فال آشنا میشین و دوستان عزیز من مثل همیشه از تک تک همراهی های شما سپاس گذارم عزیزان دل دوستان نازنینم ببینیم امروز چه خبر است در روح و روان حضرت دود حضرت نوح و این شهید Uh, البته شما, شما هم تا حدی شهید شدین به خاطر اینکه این شخص ببینین با اینکه وجود فیزیکی ممکن هست در کنار شما نداشته باشه ولی در حضور روحیش خیلی شدید و قوی هستش و یک سائقه هست که روح شما رو زده دوستان عزیزان ببینیم چه خبر است در انرژی های این شخص چند روز قبل چند روز بعد سعی کنیم با مزاح جلو بریم دوستان عزیز اونایی که تحمل مزاح رو ندارین میتونین همین الان این ویدیو رو ترک کنین ما سعی کنیم سبک باشیم انرژی های سبک رو به وجود بیاریم در این دنیایی که بر سیاهی هست متاسفانه خب ببینیم چه خبر هستش این انرژی ها انرژی چند روز قبل رو بهتون میده چند روز بعد رو بهتون میده و توجه کنید دوستان عزیز این فال فال بدون زمان هست هر موقع شما نگاه کنین درست هستش اونایی که امروز دارین نگاه میکنین دوستان بدونین که چون ماه کامل بوده من یه کارتم از ماه کامل ببینیم ماه نگرفتتش یعنی یه مرتبه یه گور تبدیل به گرگ شده باشه یه کارتی هم از این ماه شناسی براش میگیریم و اینکه همچنین کارت های عدد شناسی رو هم نگاه میکنیم بدون تعصب سعی کنیم ببینیم چه خبر هستش در روح و روانش یه سری ها میگن روان پریش هستش یک سری بهش میگیم که بر حال حضرت نو هستش یک سری بهش میگیم یعنی من بهش میگم حضرت یوسف هستش که یک بار زوری جون اومد پیرن اینو پاره کرد تا در تمام کتاب های آسمانی که نوشتن که بماند دوستان عزیز بلکه هنوز هم اسم زلیخا همه جا بر سر زبان ها بنده خدا موند و آبروش هم رفت خب بریم ببینیم که چه خبر هستش دوستان عزیزی که الان فال نگاه میکنین عزیزان دل همونجور که قبلا در فال های گذشته به شما اطلاع داده بودم از اون جایی که دوستان عزیز برای فال خصوصی تشریف میارین و اینکه فکر و احساس میکنم که این قیمت ها ممکن است برای شما بالا باشه من یک چند تا فرما های کوتاه رو به اندازه فال کامل در اخ... نه ولی کمتر از اون رو در اختیار شما قرار میدم که یا موافق هستین با این قیمت ها تقاضای فال میکنین و یا اینکه موافق نیستین و اینکه دیگه در موردش چونه نمیزنیم چرا که مجبور هستم پیام بازرگانی رو بدم عزیزان من اومدم چکار کردم گفتم این فال من یه فال کامل میگرفتم برای همه از خود شما شروع میکردم تا برسم به شخص مورد نظرتون و اینکه بعد بین دو نفرتون متاسفانه دوستانی هستن که فکر واقعا دوستان من وقت ندارم که به یک نفر صد بار جواب بدم آماج ایمیل ها به سمت من میاد از یک نفر مثلا حالا اینجا چی میشه اگر برای من فال بگیرید اونجا چی میشه من واقعا وقت ندارم یا یعنی اینکه دوستانی هستن که من بهتون میگم اطلاعات رو به من بدید من همیشه بهتون گفتم من نه مدیوم هم نه غیبگو هستم من یک کارتخانی بیش نیستم خوشبال افرادی که مدیوم هستن غیبگو هستن اگر میخواین غیب بشنوین پیش من نیاین یعنی دوستان من اون چیزی که کارت ها به هم میگن همونو برای شما ترجمه میکنم بعدش چی میشه نه من که قبلا در ایمیل های قبل به شما گفته بودم من وقت اینکه بخوام برم ایمیل های قبل رو نگاه کنم ندارم همین که به خاطر اینکه کانال هستش دو تا کانال هستش به اون کانال فرانسوی به هیچ عنوان نمیتونم برسم خدا بخواد یک, یک،, یک بار در هفته یک فالی بندازم و اون فر رو تموم بشه بره بیشتر هم من, من شما دوستان عزیز فارسی زبان هستین که در این کانال هستین و بعد از اونم میرسم به فالهای خصوصی و فالهای خصوصی هم بسیار زمان بر هستم و بسیار انرژی بر هستم و بعد میرسم به اول از همه یک شغلی هم دارم باید به شغل هم برسم یه بچه دارم باید به این بچه هم برسم خلاص این زندگی دیگه یعنی این چیز خاصی من برای شما تعریف نمی کنم. یک زندگی نرمال پر هستش میبینین که به کامنت‌ها کامنت ها فقط یه لایکی میکنم ازشون رد میشم اونم ساعت 4 و صبح وقت گیر بیارم چهار نیم تا پنج صبح من کامنت ها رو لایک کنم و برم ولی میخونم کامنت رو میخونم و کیف میکنم یادتون نره دوستان این کانال کانال خودتون هستش مثل همیشه ازتون خواهش میکنم لایک کنید کامنت بذارین دوستانی که خارج از ایران هستین من در ارتباط با دوستان در ایران نمیگم که توانایی اونو دارید که یک یورو به کانال کمک کنید نه اینکه این ای من محتاج یک یورو هستم به خاطری که این چهل درصدش میره برای یوتیوب خب اون سانتیمی که میمونه باعث میشه که یوتیوب این کانال رو یه مقدار بهش احترام قائل باشه چون خیلی با کانال دارم میبینم که نامهربانی انجام میدن اینو قبلا خواهش کردم و بعد هم ازتون خواهش دارم خواهش میکنم خب خیلی حرف زدم مثل همیشه حالا بریم ببینیم من در خدمتتون هستم بریم ببینیم مثل یک دوست متاسفانه همیشه نمیتونم حضور داشته باشم ولی اون تا اونجایی که ورام مقدور هستش در کنارتون حضور دارم دوستان کسایی که باز هم بهتون میگم میخوان با من در ارتباط باشم فقط من آدرس ایمیل دارم نه اینکه بیاین روی گوگل میت و بخواین تماس بگیریم من جواب نمیدم اوکی حالا بریم ببینیم چه خبره دوستان عزیز این کارت انتخاب که عدد 8 میخواد سرمایه گذاری کنه کاری رو انجام بده احتیاج به این داره که بسازه درست بسازه و به سر انجام برسه و آماده این هستش که انرژی خودش رو در یک پروژه بذاره دوست داره که زمان و وقتش رو برای یک مسئله برای کارهاش بذاره احتیاج به این داره که قطرش ناخته بشه و احتیاج به این داره که یک تغییر تحولی رو ایجاد کنه عدد هشت به این صورت ببین دوستان عزیز توجه کنین من خیلی ممنون هستم از عزیزانی که از فالهای هفته های گذشته به من اطلاع دادن و گفتن که چه خبر هستش خب چه خبر هستش دیدیم که همش انرژی آمدن بود و حالش هم خوب نبود من اگر از باستاب خودم بخوام بهتون بگم خیلی به صورت خیلی مجز آسایی از یوسف جونم خبردار شدم که اصلا تالا ما هم دیگه خیلی وقت بود که اصلا مکالمه ای نداشتیم خبری نداشتیم و اینکه و بعدش هم بهم گفتش که مادرش داره میمیره و نفسای آخرش هست و حالش خیلی بد بود اونم هم همون وقت گریه و زاری برین خاله بیاریم. وقت نقل و نقاره نه من رسم نه خاله و همون شد دیگه مثل رد و برق اون رگبار اومد و رفت این اینم منم در ای 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 ایزایی که مهر و محبتی که شما دارین اون این مسئله رو هم از خودم هم برای شما بیان میکنم که اومد و مثل رعد و برق و خبر داد که اه، اه، اول اینکه حال احوال بپرسه و بعدش هم گفت مادرش داره میمیره و تموم شد و رفت. خب حالا بریم ببینیم که چه خبر هست در کارت های دیگه اوکی همون ننه جونایی که واسه شون شما رو زب کردم خب بریم ببینیم چه خبر دوستان عزیز اوکی در چه انرژی هستش در انرژی جدیدی داره هست این شخص دوستان عزیز ببینید در انرژی جدید هست موقعیت ببینید دوتا تا کاس های ترازو رو میبینید اینجا ماه مهر هستش برج بالانس هستش دوستان در ابتدای راهی هستش و در این ابتدا میگه در شروع یک سیکل یک دوره رمانتیک پس به مسائل احساسی داره فکر میکنه به تعادل رساندن زندگی احساسیش فکر میکنه در ابتدای یک تفکر هستش درش میخواد پس اینجا سرمایه گذاری کنه درش میخواد از نظر حسی از نظر روحی به یک اعتدال برسه دوستان پس میخواد اینجا به حال در ارتباط با زندگی احساسیش یک تعادلی رو برقرار کنه و سرمایه گذاری کنه وقتی این کار میکنیم علامت بی انتها هست خب بسیار خوب حالا با یک گل بهار نمیشه با یک سیبیل کسی مرد نمیشه و با یک رژ لب هم کسی زن نمیشه بریم ببینیم که چه خبر است خدایا دست از من شفا از تو اوکی اولین کارتی که افتاد دوستان عزیز همون تخم کفتر هستش ببین در حال تفکر هستش تفکراتی که داره دارن میرن به یک جایی دارن میرسوننش خب ببینیم فعلا پاس هم این بنده خدا توی کالسکش هستش حالش بدیم فکر کنم نگاه کنم و اینکه تفکر کنم فعلا دارم میرم مشکل مکالمه داره اوکی یه سریا دیگه پرنده شدن و پرواز کردن و رفتن این کفترهای ما با دو مرتبه باید که تفت... تخمه کفتر بگیرین دوستان خب فعلا در مرحله قبل از عمل هستش خب دو تا کارت افتادن دوستان عزیز توجه کنی ستاره و خورشید افتادن دو تا آرکان ماژور ببین دوستان عزیز توجه کنین این شخص مطمئن هست باز هم کارت صبر ت... اینجا افتاد کهی رو نزنیم کهی رو ببینیم چه خبر هستش شب رو انتظار امید و آرزو داره که جهتی که در اون هست درست هستش جواب سوالاشو مسی که تا حدی داره تصمیماتی رو باید بگیره و اینکه دارم میبینم که پر از گرما و پر از مهر برای شما هستش و پر از به قول معروف دلش میخواد روش نمیشه اوکی okay. یا موقعیتش رو نداره این شخص توجه کنین عزیزان دل شخصی هستش که راهش روشن هستش و اینکه آدمی هست محافظت شده و در, در, قب... در ارتباط با شما وقتی که به شما فکر میکنه مخصوصا این شخص دارم میبینم که یک حس خیلی خیلی خوبی داره داره واسه همین هستش که میل در ابتدای یک راه هستش ستاره زمان میبره دوستان خب یک خ... یکی از دوستان گفته مردیم بس که منتظر موندیم دیگه متاسفانه هر کسی شانس خودش رو داره ببینید دوستان توجه کنین این شخص یک دوره سختی رو داره به پایان میرسه فعلا متزلزل هستش منتظر این هستش که این دورش به پایان برسه خب بسیار عالی و خوب و اینکه باز هم ببینین کارت باز کهیر نزدن این دوستان حرف از <تص> انتظار میزنه حرف از انتظار میزنه خب ببینیم که کارت های بعدی بهتون چه چیزی رو میگن این از این پس فعلا به فکرش رو شما هستش حالش خوب هستش یه چهار تا شیبیدی هم که روی سرش بوده داره میریزه تا اینکه بخواد بالاخره به یک یک دل و یک جون باشه سرش خیلی شلوغ هست خیلی سرش شلوغ هستش اوکی و ما ببینیم با همدیگه کارت های بعدی رو من از کارت های تو این فلیم ها استفاده میکنم مثل همیشه ببینیم کارت های تو این فلیم چی میگن در ارتباط با این شخص خب خب خیلی خواب و رویای شما رو داره دوستان عزیز اوکی خیلی خواب و رویای شما می روی شما زیاد داره دوستان این شخص خب ببینیم کارت های دیگر رو من اینجا و اینکه فعلا دست و پاش گیر هستش فعلا دست و پاش گیر هستش و امید برای این هستش که این به قول معروف قول زنجیر از دست و پاش در بیاد سرنوشت هم دارم میرم داره کمک میکنه دوستان اه، که اه، حرکت کنه بالاخره سرنوشت پس کلش رو میزنه یه جورایی کارماهایی رو دارن پس میدن و دو تا آرکان ماجور با هم دیگه خورشید راهش رو روشن میکنه و با چرخ اقبال وارد فاز جدیدی از زندگیش داره میشه سال در ارتباط با شما زیاد داره و همچنین مسائل امجون جون و خاله جون و یعنی خانوادگیش هم زیاد هستش خیلی حالش گرفته است توجه کنین اینجا خیلی حالش گرفته از اینجا و در زندگی احساسیش دچار یک بستگی هست و این با همه این احوال شخصی که تو حالا برش مسائل احساسی شاید آنچنان مهم نبود الان براش مسائل احساسی مهم هست در کنار کار کردن در کنار پول و ثروت عشق بهتر است یا ثروت فعلا هم عشق به هم ثروت اینقدر که سلام گرم مسائل مادیم هست یا خانوادگیم هست یا همون چاکرای ریشم هست که مسائل احساسی من در یک بستگی هستن و ما ببینیم با همدیگه دیگه های بعدی رو خب موضوع اینجا موضوعی دوستان عزیز توجه کنیم موضوعی که یک مسئله هست توی زندگی این شخص یک حال حالا ببینید همین خواب و رؤیای شما همین که متوجه شده که با شما یک رابطه روحی عمیق داره که شاید ببینید از یک خانواده روحی هستین با هم دیگه که دارم میبینم که نمیتونه شما رو از فکر خودش در بیاره و بیرون بندازه و اینجا سلامتیش تحت تاثیر قرار گرفته و اما ببینیم کارت های دیگه بله دوستان من احساس میکنم که عزیزان دل این شخص یک جورایی از کارهایی که در ارتباط با شما شاید انجام داده حالش بد هستش و یا اینکه الان دور برش افرادی کارهایی در حقش انجام دادن که یک جورایی وصلش میکنه به شما یعنی میگه کارمایی بوده که من پس دادم و برگشت حرف از برگشت میزنه برگشت ببین کارت چرخ اقبالم میچرخه و یه طرف دیگه میاد اینم هم به همین صورت هستش راهش باز هست و روشن هست برای برگشتن به سمت شما اما برگشت به سمت شما بعد از مسائل سختی که بین شما گذشته یا اینکه برگشت به سمت شما عزیزان دل بنا مساویه با خیانت به یک سری از افراد از حداقل در سر این شخص شاید اینگونه هستش و کارت بعدی دوستان حرف از خانه میزنه بله برگشت به خانه برگشت به اون اصل برگشت به عشق این پرش و تعادل در زندگیش که با اون برج بالانس ما اینجا دیدیم اوکی دوستان پس این شخص میخواد برگرده به اصلیات برگرده روی کارهایی که شاید در ارتباط با شما انجام داده و این کارها به حال حالش رو بد کرد تا حدی خب الان بهشون فکر میکنه میگه ای وای بل من من چه کار کردم حالا و اینکه همه چیز رو خراب کردم آیا حالا برای برگشت مشکل داره ولی راهش باز هستش خب بله عزیزان دل من احساس میکنم که یک مقدار رسیوراش رو پاک کرده امواجش رو بهتر و بیشتر داره, داره درک میکنه امواج احساسات رو بیشتر درک میکنه و الان ببین درک کرده که میخواد بسازه میخواد بسازه بر اون خرابه ای که شاید به بار آورده بین شما و ما ببینیم کارت دیگر رو با هم دیگه کارت بعدی باز هم سرنوشت این کارت سرنوشت خیلی خیلی کم میفته دوستان خیلی کم میفته سرنوشت در این کارت معادل چرخ اقبال هست در این دست کارت ها و اینجا بعدش سرنوشت داره میفرستش به سمت یک انتخاب تا حالا انتخاب اگر نکردن و همجور دست رو دست گذاشتن دارن به سمت انتخاب میرن و سرنوش باشون یار هستش و تغییراتی رو که باید دارم میبینم که داره برشون به وجود میاره برای اینکه اگر که در, در خلاف جهت به قول معروف جریانات کائنات اگر حرکت کنن عزیزان دل کارمای سختی رو خواهند داشت کارمایی که خواهد شد از روی ور خواهد گشت از روی مسائل زندگیشون مادیاتشون و همچنین خانوادهشون قیمتشون پاشون تمام شه گرون پاشون تمام خواهد شد ولی دارم میبینم که خودشون هم یه چیزهای دستشون اومده خودشون هم یه سری مسائل دستشون اومده و و اینکه نمیخوان به نظر من انا به فکر برگشت هستم ولی خب یک غرور این میون هستش و خرابی هایی که به بار آوردن یک سری هاشون پولای خیلی زیادی رو پشت سرشون دوستان خراب کردن و اینکه دو مرتبه بازسازی این پل هایی که پشت سرشون خراب کردن براشون یه مقدار زمان بر یا اینکه انرژی بر خواهد بود خب ببینیم که کارت های دیگر رو بله تغ... حرف از تغییرات میزنه تغییرات بالاخره داره به وجود میاد توی زندگیشون بالاخره اینا ببینین دوستان برگشت به سمت سرنوشت دو دو بار این برگشت توی سرنوشتش هستش اوکی بریم ببینیم کارت های بعدی رو چی بهتون میگم اوکی خب ولی خب تا تو آتی این لاک رو میبینید؟ من چقدر ازش بدم میاد <applause> و اما اوکی. شرطش سخت هستش دوستان اوکی. یک سری از مسائل توی زندگیش براش دست و پاگیر هستن و حرکتش حرکت به قول معروف لاک پشت وار هستش ولی خب دارم میبینم که داره سعی میکنه که این نقل و زنجیرهایی رو که به پاش بسته شده رو از بین ببره ببینید دوستان این یک شیری هستش که در بین گوسفندا به وجود یعنی بزرگ شده و فکر میکرده که گوسفند هستش و وقتی که چهره خودش رو میبینه میبینه که با اونا متفاوت هستش تا حالا فکر میکرده گوسفند هستش من احساس یادم کتابی میفتم که لطفا گوسفند نباشید شاید با اطرافیان اونایی که دور برشون هستش تا حالا خودش رو با اون شرایط اونا وقف میداده ولی الان میخواد این قل زنجیر رو از پاش بکنه دوستان و حرکت کنه ولی اینکه یواش باشه و دوچار یک چنگانگی هستش خب بریم ببینیم اینجا در ارتباط با چی در ارتباط با مسائل احساسیش دوستان میخواد قل رو از پاش بکنه برای اینکه الان خیلی چیزها رو داره درک میکنه خب به حال بهتر این است به قول فرانسوی که دیر باشه ولی نه اینکه هرگز خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه بهتون چی میگن من از اسپارک آف لاف این دفعه استفاده میکنم ببینیم اسپارک آف لاف بهتون چی میگه در ارتباط با حضرت محترم خب ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن حرکتش آهسته و یواشه دوستان نگرانش نباشین باز هم من گوشتت میکنم عزیزان دل این فال ها فال های عمومی و کلی هستن فال های به قول معروف خصوصی نیستن حتی تو فال های خصوصی هم همیشه آدم از عقل سلیم خودش استفاده کنه چون کارت ها های مختلفی دارن خب دوستان عزیز توجه کنین جدایی اینجا افتاده اوکی و این پیشرفت افتاده این کارت کارت پیشرفت هستش کارت جدایی از شما افتاده این شما هستین و این کارت فراوانی و پیشرفت افتاده و اما ببینیم که کارت های دیگر با هم دیگه و اینکه خوشحالی و خوشبختی در کنارش و اما اینجا هم بحث و دعوا و دودل بودن و رها کردن خب ببین عزیزان جدایی رو من اینجا دارم میبینم برای یک سری ها دور شدن جدایی سردی که بینتون هست درگیری هایی که بین شما هستش و این بیشتر برای من درگیری های ذهنی این شخص هستش اوکی؟ ولی در وسط کارت ها خوش وقتی و خوشحالی رو در کنار شما امپراتریس میبینه شما خانم یا آقا باشین انرژی شما امپراتریس هست دوستان و اون شخص خانم یا آقا باشه انرژی امپر... انرژیش امپراتور هستش و ما آخرین دست کارت ها رو ازش استفاده میکنم ببینین الان قشنگ رو باز کرده روی خوشحالی و خوشبختی که با شما هست که الان در دوربری هاش افرادی هستن که هم انرژیش نیستن همیشه من بهت میگم بهتون میگم چی میگم بهتون میگم ارتعاشاتتون رو عوض کنین بهش فکر نکنین انرژیتون رو ببارین که اون شخص هم تغییر پیدا خواهد کرد خب اوکی ببین باسم خیلی خواب شما رو میبینه دوستان اوکی خیلی خواب شما رو میبینه این شخص و به فکر شما هستش و با شما یک رابطه روحی عمیق داره و نسبت به شما نگاه کنین احساسات عمیق و احساسات پاک و اینجا هم به فکر تغییر مسائل هستش ببینید به فکر تغییر این هستش که یک به فکر این هستش که یک تغییرات اساسی رو به وجود بیاره دوستان عزیز اوکی عزیزان دل من دوستانی رو میبینم که خیلی میان غور میزنن نه من اینجور نیستم من اونجور نیستم من فلانم من الانم باز هم تکرار مکررات رو میکنم دوستان همه در یک شرایط نیستن خب شما در یک شرایطی هستین من در یک شرایطی هستم من کلید واژه ها رو به شما میدم ممکن هستش که اون شخصی که شما دارین بهش فکر میکنین الان دارم میبینم که تاتی تاتی هستش خب کالت سوار کالسکه هستش تا این بخواد سوار رو رو بشه زمان میبره ولی بدونین در حال حاضر آنچه که در درونش میگذره اغلب این چیزهایی هستش که من دارم میگم شما در سرش هستین خب برای من دو بار, چر... دو بار سه بار تقریبا میتونم بهتون بگم با این وسطی چرخ اقبال افتاده یعنی که این شخص دوستان عزیز کارماهایی رو پاک کرده و بلاهای سرش در اومده که اینا رو همه به شما داره ربط میده یه جورایی میگه که این به خاطر این کاری که من در حقش کردم هستش که حال خودم امروز بد هستش خب و به این صورت خب بریم ببینیم که با هم دیگه کارت های دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با این شخص این دست کارت های فرشگان عشق آنچنان ریخته نمیشه ولی خب خب تفاوت ها باز هم من اون دفعه گفته بودم که تفاوت ها تفا... به تفاوت ها فکر میکنه و یه نفر به اون گفته بود تفاوت ها منظورتون چه چیزی هسته تفاوت هایی که بین شما هستش و باعث رسیدن به این مرحله که در اون هستین هستین دارم میبینم فکر میکنه ناامدی اینجا وجود داره از این جدایی ببین این جدایی فکر شاید این شخص فکر کرده این فاصله شاید این شخص فکر میکرده که براش خوب هستش ولی الان دارم نه بیشتر آسیب بهش میرسونه الان میخواد در بیاد و الان میخواد به سمت شادی حرکت کنه انرژی هاش الان چند هفته است که اینجوری هستش با کی با شما دوست عزیز که فکر میکنه که جفت روحیش هستین ولا اینکه دوستان عزیز این شخص همونجوری جوری که باز هم تکرار میکنم شما نبینین یک قدم واقعی برای شما برداره ولی داریم میبینین که به این صورت هستش خب این درون این شخص هستش و این گونه هستش که دارم میبینم که فکر میکنه و به شما فکر میکنه خب آدمی هستش که احتیاج رو به زمان داره چون خیلی دور برش بقول معروف آراش میشه هستش و همه چیز خراب هستش اوکی ببین کسی هستش که ضربه خورده باز هم کارت عدالت حرف از عدالت میزنه و حرف از این میزنه که عدالت در واقع هم کارما میتونه باشه دوستان عزیز و هم این که میتونم ب... بهتون بگم بی ادالتی که در حق شما انجام داده و میل بر برقراری عدالت ببین فصل بهاره و مسائل فیزیکی بهش خیلی فکر میکنه کم کم ب... به سمت بهار داریم میریم و احتیاج به این داره که یک جایی مستقر بشه و این درخت رو به وجود بیاره و پیس ان لاف دوستان خب یک تعادل و یک صلحی در زندگیش به وجود بیاد اون زیر میرا مسئله خانوادگیش هستن خب ولی چیزی که من دارم میبینم عزیزان دل اشتیاق این شخص هستش برای اینکه بخواد یک شروع داشته باشه و جون, جون بگیره ببینید این گرایش مغناطیسی که نسبت به شما داره برای یک سریا دلش میخواد که این رابطه یک مقداری مخفی باقی بماند شاید دلش نمیخواد که همه در ارتباط با این رابطه بدونن خب کارت های دیگر رو استفاده می کنم ببینیم کارت های دیگه در ارتباط باش چی میگن خب چند هفته است که این کارت ها دارن تکرار میشن سبک بالی زوج عشق و اینکه اوکی تحت تاثیر خب ترس هایی داره من دروغ بهتون نمیگم اینجا ترس هایی رو داره ولی دلش میخواد در یک رابطه ای باشه که در اون حالش خوب باشه و در اون احساس وجود داشته باشه فیزیکش درست باشه همه چیزش با هم باشه همه چیز با هم میخواد یعنی قشنگ اینجا ساندویچ به ساندویچ ترک وقتی میخوایم بریم بگیریم میگن چی میخوای توش بذارم بهش میگن میگن که سالاد گوجه پیاز همه چیز با هم دیگه اینم هم همه چیز با هم دیگه میخواد داشته باشه و ما ببینیم که کارت های دیگر رو فقط فقط دوستان اینجا مسئله بهتون گفتم کهیر نزنین حرف از کارت های انتظار زیاد هستش ببرین انرژی خودتون هر چقدر شما انرژی خودتون از این شخص ببرین و سیرابش نکنین دوستان انرژی وقتی میگم ببرین این انرژی دلم درد دلم وای داره خون ازش چک چک میریزه یک کاسه بذارم زیرش اوکی من احساس میکنم که با کسی داره صحبت میکنه یا اینکه این شما هستین که داره با شما میخواد صادقانه صحبت کنه ببینید مسئله این هستش که این شخص الان شما رو میبینه آرامش براش و ببینید دوست داره که این راه رو با شما بره تا اون بالا و خیلی قشنگ هستش کارتا خیلی قشنگ هستن من اصلا عجیب, عجیب دارم تعجب میکنم ولی خب باز هم نگاه دیگران و حرفی که دیگران میزنن هستش میدونه که برای شاید یک سریاشون برای با شما بودن باید یک سری از افراد و پشت سر کنار بذاره دوستان خب و فکر میکنه در این مورد فعلا پنجاه پنجاه هستش <applause> خب دل توجه کنین اینجا دارم کارت ها رو میبینم انگیزه این شخص رو برای اینکه از یک سختی بخواد در بیاد و اینکه خودش رو وقف بده با اون شرایط یک دل و یک جون بشه این رنگی کمانی که این پرش هستش رسیدن به تعادل با انگیزه با شما و ساختن یک چیزی دوستان که میخواد خودش رو با هر شرایطی وقف بده اینا همه در درون این شخص هستش برجا رو بهتون میگم این ها حتما نه که اون شخص باید این برج باشه شاید برای شما حرف بزنه شاید ماهی باشه که برای شما مهم باشه اردی ب... اینجا خو... آذر دی اسفند مهر آذر اردی بهشت خورداد خب و اما ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه من از این دسته کارت استفاده می ببینیم که اینا بهتون چی میگن خب اوکی دوستان عزیز این برای این شخص یک داستان ناتمام هستش این داستان شما هنوز تمام نشده و شما اون جزیره به قول معروف پر از گنج میمینه ولی باز هم نگاه کنید روی بلاک پشت هستش اینجا اینجا یک به قول معروف یک موسیقی ناتمام هستش و اینجا ببینید حس حالش عاطفش رو و احساسش رو یین حرف از یین میزنه نرمش کانکشن نمیدونم اتصال روحی نمیدونم اتاف همه این چیزو هست و دارم میبینم که حاضر استش الان تلاش هایی رو بکنه برای که احساس میکنه که شما در سرنوشتش هستین و شما اون کسی هستین که با باید بهش به با معروف باید باشا و ملاقات میکرده خب عزیزان دل توی این شخص این مسائل جدید هستش براش بذارین که این خودش به این ببینیم چه کار میکنه آیا به همین حالت ها باقی میمونه چند هفته اگر اینجوری موند دیگه میگیم که نه داره درست میشه یعنی واقعا این شخص داره حالش درست میشه خب بریم ببینیم اینجا چی میگه میگه که مسترب من خیلی استراب دارم توی کارم و احتیاج به مشکل بیشتر ندارم خب کارت دیگه میگه که من به درد هیچ چیزی نمیخورم ما میدونیم و اینکه من خودم رو دوست ندارم ما میدونیم و اینکه من شایستگی تو رو ندارم اونم واقعا حق باش هستش میگه که من به حس ششم خودم گوش میکنم و از تو نشانه هایی دارم کارت بعدی رو میریزم و اینکه مادیاتی و اینکه میگه که من به خودم و کارم فکر میکنم و احتیاج دارم که یک مشکل مادی رو حل کنم و پشت کارت ها سکوت هستش ببینید دوستان آدمی هستش که مسترب هستش مسترب هستش و اینکه توی سر خودش میزنه به خاطر کارهایی که کرده بهتون گفتم دیگه اون پشت مشتاق دیدیم حرف از این که اوضاع خرابه چه, چه کنم خب و اینکه این مسئله مصربش میکنه در کنار اون ممکنه مشکلات مالی داشته باشه مشکلات دیگه اون دور بر باشه ولی به شما وضع هستش با این کارت حس ششامش قویه و به شما ببینید از شما نشانه زیاد داره مخصوصا من احساس میکنم که این شخص خواب شما رو زیاد داره میبینه اوکی ببینیم که با هم دیگه پیام این شخص برای شما من دو تا کارت میکشم کنترل همه چیز شادی رو از آدم میگیره این در واقع برای خودش هستش همیشه به زور چیزی رو خواستن از به هر قیمتی خواستن درست نیست و اما ببینیم کارت بعدی عشق احتیاج به این که عالی باشه نداره احتیاج به این داره که واقعی باشه حرفایی بود که این شخص میتونست به شما بزنه ببینیم که شاید شما کنترلگر بودین شاید اون شخص خودش خیلی کنترل بر روی احساسات خودش داره و اینکه شاید این حرفا هم در ارتباط با خودش داره میزنه یه چیزی رو میخواسته به هر ترتیبی یا اینکه شما به هر صورتی اینو میخواستین و اون مشکلاتی وجود داشته ولی به هر حال حرف از احساس میزنه که احساس باید واقعی باشه و نه عالی عشق در واقع دوستان عزیز این فال شما بود و که خوشتون اومده باشه من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه